سال پیش بود که زلزله‌ای 6.6 ریشتری چنان شرق استان کرمان و شهر بم رو لرزوند که هزاران کشته و زخمی و بی‌خانمان به جای گذاشت. بلافاصله بعد از زلزله کمک‌های مردمی و دولتی از سراسر دنیا به منطقه اعزام شد. تا ماها بعد از حادثه خرابی‌های منطقه و تلفات جانی و مالی در مرکز توجه افکار عمومی بود. وعده شد تا 2 بعد منطقه بازسازی خواهد شد. همه وعده ها اما محقق نشد و به گواه عکس هایی که گاه و بیگاه از منطقه منتشر میشه، شهر بم و مناطق باز آسیب دیده همچنان زلزله زده هستند. تا حالا کمابیش همین اتفاق درباره مناطق و بازماندگان زلزله در نقاط دیگه هم افتاده، مثلا زلزله رودبار و به تازگی هم زلزله در آذربایجان شرقی. فراموش کردن مناطق آسیب دیده از زلزله و بلایای طبیعی مسئله جهانیه و فقط مختص ایران نیست. به نظر شما چه باید کرد که آسیب دیدگان زلزله و بلایای طبیعی بعد از مدتی کوتاه به فراموشی سپرده نشن؟ چطور میشه حال و هوای کمک رسانی که در روزهای اول آسیب وجود داره در بلند مدت حفظ بشه؟ با توجه به اینکه ایران یکی از مناطق زلزله خیز محسوب میشه، آیا دولت و مردم به نظرتون آمادگی روبرو شدن با بلایای طبیعی رو دارن؟ از همین حالا با ما تماس بگیرید و در این گفتگو شرکت کنید با شماره تلفن 202-692-4360 و همینطور از طریق فیسبوک و فضای مجازی با رویا ملکی در ارتباط باشید. مرسی مهشید، سلام، شب شما بخیر. من هم منتظر شما هستم. بیاین با من چت کنید در فیسبوک در مورد زلزله و بلایای طبیعی و همینطور در توییتر میتونید ما رو دنبال کنید و از طریق اسکایپ با ما همراه باشین به صورت صوتی و تصویری و همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید، شماره تماستون رو بزنید، همکار من با شما تماس میگیرن یا نظرتون در ایمیل بذارید، ما حتما میخونیم. منتظر شما هستیم. من مهشید ندیری هستم و شرایط آسیب دیدگان از زلزله و بلایای طبیعی پس از حادثه موضوع گفتگوی امشب برنامه روی خط و با فیسبوک شروع میکنیم. مهشید، همینطور که گفتید این توی زلزله یه چیزی بود که خیلی از ایرانی‌ها بهش توجه کردن و خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی. زمان زلزله بم فیسبوک وجود نداشتن، نه چه خب در از شبکه‌های دیگه از این وبلاگ‌ها بیشتر این اطلاع رسانی شد و اینقدر گستردگی نداشت در اون فضا و بیشتر روزنامه و رسانه‌ها بهش پرداختن. ولی این زمان، یعنی زمان زلزله آذربایجان، اتفاقی که افتاد، اولین چیزی که اتفاق افتاد این که خبر به سرعت منتشر شد، کاربرهای فیسبوک عکس‌های خودشون رو تغییر دادن، عکس‌های پرچم سیاه می‌ذاشتن برای نشانه همدردی یا اینکه حتی عکس‌ها رو منتشر می‌کردن و تبدیل شده بود فیسبوک به یک رسانه که لحظه به لحظه خبر می‌داد، امداد رسانی می‌کرد یا کمک رسانی می‌کرد از این طریق که کجا نیاز دارن، چه چیزهایی نیاز دارن، به مردم می‌گفتش که چه چیزهایی باید آماده کنن و تقریبا فیسبوک ماهیت شده بود مثل یک رسانه که در دست همه بود و این اتفاقی هستش که داره تو همه بلایای طبیعی میفته. و چیزی که اینجا مهم هستش توی فیسبوک، ما توی سوالمون پرسیده بودیم که چرا فراموش میکنم و چی کار باید بکنیم که تداوم داشته باشه این اطلاع رسانی ها و این کمک های مردمی. یک کاربر برامون نوشته که ما تا جایی که بتونیم صداهای مردم رو که میخواد برسه به دنیا و حکومت نمیخواد برسه، ما اونو حتما تبدیل به فریاد میکنیم. این کاربر نوشته در حال حاضر اگر این وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی نبود، وضع به مراتب بدتر از این میشد. هر روز باید به موضوع یه موضوع جدید رو دنبال کنیم و یک موضوع جدید رو به نظر مردم برسونیم، مثلا مثل تخریب آثار باستانی، شکنجه، اعدام، اعتصاب قضای زندانیان، وضعیت زنان و حقوق شهروندی و کارگری و وضعیت زلزله زدگان، تصادفات جاده ای. حتی این کاربر اشاره کرده به اینکه حتی ما باید اطلاع رسانی کنیم که بابا ساز ایرانی تا
کار ایرانی هم داره به نامه یک کشور دیگه ثبت میشه. منظور این کاربر این بوده که ما انقدر اتفاقایی که باید همیشه اطلاع رسانی بشه در فضای فیسبوک هست که نمیتونیم روی یک موضوع منعکس بشیم و اینکه فقط ما کار گفته فقط کار فیسبوک اینه که یک بار بگه و بگذره از موضوع. این منظره این کاربر بود که کاربر فیسبوک بود و از زاویه دید خودش در نظر خودش فیسبوک گفته بود. اجازه بدید نظر شهروز از تهران رو بشنویم. شهروز شما چی فکر می‌کنی درباره مسئله‌ای که آسیب دیدگان از بلایای طبیعی و مخصوصاً زلزله دارن، اینکه بعد از مدتی فراموش میشن و کمتر بهشون توجه میشه، چی کار باید کرد که این اتفاق نیفته؟ سلام و از ذره خدمت شما. ممنونم. بفهمید. خدمت شما هست کنم که به نظر من این هر اصلا نه این بقایه کلن هر وقتی به مرور زمان به دست فراموشی سپرده میشه، تو هر چه زلزله چه سیل چه حرکات دیگه چه مسائلی که اتفاقایی که میفته. اما چیزی که هست به نظر من دولت اینجا یه وظیفه‌ای داره که باید به بهترین شکل عمل کنه. همین مسئولیتی که در حال لبنان و سوریه پول خصوص سوریه چه به چه شکل احساس مسئولیت میکنه در خصوص مسئولیتی که اصلا به ما مربوط نمیشه، چرا در خصوص مردم خودش که توی این مملکت هستن؟ شما تصور کنید زلزله که تو اون شهر اومد خرابی زیادی به بار نیاورد. اگر زلزله که مثل دم بیاد یا همچین چیزی بیاد که سالهای سال پول میکشی که بخوان جبران کنن. این که تعداد کمی خونه خراب شد، هنوزم نتونستن، چند روز پیشم گویا چادری سوخته پیرزنی هم آتش گرفته. به نظر من این کمکاری از دولته. مستقیم دولت باید با این بودجه که داره فروش نفت و اینجور مسئله که داره به نظر من مسئول مستقیم جبران خسارت واسه اینجور افراد خونهای پیش ساختهی همیشه ذخیره داشته باشه که اینجور مواقع سریع این افراد رو اسکان بده تو اون خونهای از پیش ساخته شده. شهروز فکر میکنی نقش بقیه اقشار جامعه چیه؟ چی کار میتونن بکنن؟ اخشار دیگه جامعه جز همدردی کار دیگه نمیتونن بکنن، چون تمام مردم تو ایران به هر شکلی گرفتارن خودشون. فقط میتونن همدردی کنن، اونم چند روزیه. باز مجددا فراموش میشن. تنها چیزی که میمونه خاطره تلخی از خود زلزله برای زلزله زده ها فقط، که سختی رو دارن لمس میکنن با پوست و گوشت و استخون. افراد الان میتونن امتحان کنن بیان دقیقه از خونه بیرون تو خیابون وایسن برگردن خونه، زندگیشون هم سر جاشونه. ببین چه حسی بهشون دست میده. شما تصور کنید اون افراد بی بضاعت که چیز مال و ثروت چندانی نداشتن، خونه های کاگلیشون رو سرشون خراب میشه. ضمن این که سختی هایی که از بار این زلزله سرشون میمونه چیزی هست جز غیر از مسائل مالی، مسائل عاطفی هم هست. توی خانواده شما تصور کنید طرف بچه‌ش رو از دست میده، پدرش رو از دست میده، اون رو چجوری میخوان جبران کنن؟ درسته. شهروز اجازه بده نظر سعید رو هم که از طریق اسکایپ با ما تماس گرفته بشنویم. سعید شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی چطور میشه مسئله توجه به بازماندگان بلایای طبیعی و مخصوصا زلزله به اونها رو زنده نگه داشت؟ من ابتدا سلام دارم خدمت شما و همکار محترمتون. صدای من هستش خانم نادری؟ من چون گاه کدای صداتون قطع میشد. بله صدای شما هست. بله من خدمتتون عرض کنم که ایران، همه میدونیم که ایران توی خط گسل زلزله هستش و هر سال ما این مسئله رو داریم. در ایران زلزله میاد و تعدادی از هموطنامون از بین میرن، بی خانمان میشن. این هنوزم علم اینقدر پیشرفت نکرده که بتونه جلوگیری بکنه از این امر طبیعی. اینی که فقط قابل پیشبینی هست. فقط اینجا سوال به وجود میاد که وقتی که این مسائل به وجود میاد، این زلزله ها یا حوادث غیر مترقبه وجود میاد، باید دولت مردای ما واقعا دلشون بسوزه و کمک کنن به مردم. نه اینکه بر فرض مثال اون زمانی که زلزله بم اومد، اون آثار فرهنگی ما، اون همه خانه، اون همه مردم زیر آوار از بین رفتن. هدایایی که کشورهای مختلف فرستاده بودن برای ایران، برای بم،
شما در بازار تهران میدیدید نمونهش تونای ماهی بود، پتوها بود و کیسه خوابهای آمریکایی بود که در بازار تهران به خرید فروش میشد، ولی هنوز اجساد زیر آوار مونده بودن. بله، این برمیگرده به بله سعید، اینکه دولت‌ها در این زمینه، دولت هر کشوری در این زمینه بیشتری نقش رو داره و وظیفه‌اش اینه که رسیدگی بکنه، فکر می‌کنم جای هیچ شکی درش نباشه. اما فکر می‌کنی بقیه اقشار جامعه به سهم خودشون چه نقشی دارن در این زمینه و چه کارهایی میتونن انجام بدن، شاید حتی در زمینه اینکه دولت رو فعال و پاسخگو در این زمینه نگه دارن؟ ببینید، هر کسی به سهم خودش باید تو این جور برنامه ها باید دلسوزانه کار بکنه. یعنی اینکه وقتی که مسئله پیش میاد، مثلا همین آذربایجان که وجود اومد، همه مردم در توان خودشون کمک کردن، رفتن اونجا و تو این سرما برای اون مردم کمک کردن. ولی باید به نظر من در نهایت باید خود دولت باشه که حمایت بکنه. بله. چون مردم این توانشو ندارن که چقدر میتونن کمک بکنن. آیا همه مردم استعداد مالیشو دارن؟ وقتی که دولت بتونه ساپورت بکنه، دولت بتونه حمایت بکنه، اون ارزش داره. شما الان نمونهش میبینید، همین امشب شما تو خبرهای خودتون اعلام کردید آقای اوباما، من میخوام مثالشو بگم خدمتتون. خیلی کوتاه بگم. برای بله بله، آقای اوباما برای بحران مالی که پیش اومده بود از تعطیلات خودش صرف نظر میکنه، برمیگرده برای بحران مالی سال 2013. ولی همون موقعی که در ورزقان در آذربایجان زلزله اومد، آقای احمدی نژاد ما در عربستان به سر میبردن. فرقشو ببینید. شما تو سندی، این طوفان سندی دیدید که مردم چجوری کمک کردن و خود دولت آمریکا چجوری حمایت کرد. البته هنوز ساخته نشده، همه اون ویرانی از بین نرفته، ولی این نقش اصلی رو، مهره اصلی رو خود دولت بازی میکنه. بسیار خوب. چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام است. ممنون سعید از تماست. مشهد، به نظر کوشان دولت مقصر نیستش، این مردم هستن که مقصرن، چون در این جور وقایع به صورت انفجاری عمل میکنن ولی خیلی زود سرد میشن، دیگه وقایع رو دنبال نمیکنن. دولت هم بر اساس حساسیت مردمی که به وقایع اینچنینی به مردم آسیب دیده رفتار میکنه. این کاربر گفته خبرنگاران هم مسئولیتشون سنگینه، به خاطر که جهت اطلاع رسانی تو از مشکلات مردم آسیب دیده بعد از واقعه همه رو در جریان قرار بدن. اگر ما مشکلات بعدی آسیب دیده رو پیگیری کنیم و اطلاع رسه کنیم، دولت مجبور خواهد شد که یک حرکتی انجام بده برای کسایی که دچار آسیب و مصیبت شدن. و علیرضا هم نوشته که برنامه‌ریزی دقیق و توزیع سریع امکانات، کوتاه کردن دست افراد سودجو در شرایط بد و بحرانی و داشتن یک مدیریت واحد در زمان بحران و بهره‌گیری از امکانات روز دنیا و ارائه اطلاعات و آمار دقیق به مردم و مسئولین از مؤثرترین اقداماتی هستش که مسئولین دولتی و مقامات مربوط باید اون رعایت کنن و انجام بدن. من چند تا عکس گذاشتم، آلبوم عکس گذاشتم از زلزله بم و زلزله آذربایجان. ما اول زلزله بم رو با شما شیر میکنیم که 9 سال تقریبا ازش گذشته و چه اتفاقی افتاده. خیلی جالبه که بین مسئولین همچنان هنوز درگیریه. یک گروهی از مسئولین میگن که بازسازی تمام شده و مردم الان خونه دارن و گروهی هم هنوز میگن نه، بازسازی تمام نشده و هنوز نیاز به بودجه بالایی داره. این آلبوم رو با هم ببینیم و نظر علیرضا رو براتون میخونم که برنامه‌ریزی حسام، ببخشید حسام برامو گفته برای از یاد نبردن این عزیزان فقط باید کمی انسان باشیم و معرفت داشته باشیم. خیلی از مردم به فکر هستن ولی به خاطر مشکلات خودشون تو این مملکت کاری ازشون بر نمیاد. بقیده حسام، تو این شرایط دولت میتونه نقش مهمی داشته باشه تا زلزله زدگان به آرامش برسن، که متاسفانه انجام نمیده. ممنونم رویا. اما در اینجا جهانگیر گلستان پرست، فیلمساز و سازنده فیلم مستند بم 6.6 یا 6.6 ریشتر با ما هستن، مهمان برنامه هستن. آقای گلستان پرست، ممنونم از وقتتون و حضورتون در برنامه. برمون بگید که درباره فیلمی که ساختید پس از زلزله بم، و میدونیم که در این فیلم شما تلاش کردید نشون بدید که کسانی که اومده بودن برای کمک به زلزله زدگان و شرایطی که ایجاد شده بود، از اون حال و هوای اون روزها در این فیلم گفته شده، یکم بیشتر خودتون برامون توضیح بدید. صبحتون بخیر و شب بخیر و درود بر تمام افرادی که این برنامه Voice of America رو میشنوم. ممنون از اینکه به من
فرصت دادین، دعوتم کردیم که بیام یه کمی از تجربه خودم را درباره بم، زلزله بم 9 سال پیش بیان بکنم. در درجه اول دوست دارم تولد حضرت مسیح را به تمام جهان تبریک بگم و من فکر کنم جاش باشه که یک لحظه سکوت بکنیم به خاطر زلزله آذربایجان، زلزله بم و تمام مشکلات حتی کاترینا، نیو اورلیان، سندی مال نیویورک و متاسفانه زلزله مصیبت بزرگ ژاپن. و از اینکه من تجربه شخصی خودم رو میگم، مسلماً دولت‌ها وظیفه دارن که به مصیبت‌های مثل زلزله بم یا زلزله یا طوفان مال سندی نیویورک کمک بکنن، ولی خب متوجه میشیم که یک فرق خیلی خیلی بزرگی هست بین آدم ها به طور کلی و من شاهد هستم که موقعی که طوفان ناراحتی نیویورک پیش اومد چقدر مردم کمک میکردن و من فکر کنم جاشه که به جای این که این شخص رو محکوم بکنیم اون شخص رو محکوم بکنیم، شخصا از خدامون بپرسیم من به عنوان یک انسان چه کمکی کردم درباره زلزله بم، من به عنوان یک انسان چه کمکی کردم به نیو اورلیان، من به عنوان یک انسان چه کمکی کردم به اون افراد نیویورک. این از خودتون سوال بکنید و همیشه فقط یک شخصی که اون حقیقت رو میدونه اون خودتون هستین و اون خدای خودتون. خب آقای گلستان پرست، یک مسئله که مخصوصا در برنامه امشب ما داریم مطرح میکنیم اینی که بلا فاصله بعد از اینکه یه واقعه رخ میده، یه بلای طبیعی رخ میده مثل مثلا زلزله یا طوفان، سونامی، هر کدوم از اینا که اتفاق میفته، معمولا آدمای زیادی هستن که در ابتدا تحت تاثیر خبر قرار میگیرن و شروع میکنن به کمک کردن. اما چطوری میشه که این حال و هوا رو زنده نگه داشت به نظرتون و هر کدوم از افراد جامعه چه نقشی میتونن داشته باشن درباره اینکه این افراد و اون مناطق فراموش نشن و کمک ها ادامه پیدا بکنه؟ ببینید موقعی که به نیو اورلیان، مشکل نیو اورلیان پیش اومد، خانم من برندا آمریکاییه، ایشون به من گفت که جان چقدر کمک بکنیم به نیو اورلیان. من دارم منم گفتم که ببین برندا، ما توی یه مملکتی زندگی میکنیم که از لحاظ سرمایه و از لحاظ پیشرفت مقایسه با کشورهای دیگه نمیشه. گفت یعنی میگوی که باید دولت کمک کنه؟ آره دولت به ماها چه؟ جواب خیلی خیلی قشنگی به من داد. گفت من از تو نخواستم که به من بگوی برای دولت تکلیف معلوم بکنی، من میخوام ببینم جهانگیر و برندا چه نقشی میتونن داشته باشن برای اون اعضای نیو اورلیان. و وقتی که این حرف زد واقعا دیدم ازش حرفش خیلی منطقیه و واقعا روش فکر کردم و من خودم بلا فاصله یه چک دادم. من فکر کنم این از این مصیبت ها ما باید یک درسی بگیریم، درس عشق و صفا و محبت، درس اینکه کینه داشته باشیم، کینه های منفی و همه چیزی رو بریزیم دور. من فکر کنم چیزی که میتونه واقعا خیلی تاثیر داشته باشه فیلمه، فیلم بم رو شماها ببینید و واقعا من فکر کنم ببینید این داستان مال من نیست، داستان مال 70 میلیون نفر ایرانیه که کسی صداشون رو اصلا نمیشنوه، یا اگرم صداشون رو بشنون تمامش چیزای منفیه درباره ایران. یعنی در حدود از انقلاب به این طرف ما هر چی میشنویم از طریق میدیا راجع به چیزای منفی بوده. من فکر کنم فیلمای مثل بم میتونه واقعا درهای عشق و محبت رو به جهان باز بکنه. آقای گلستان پرست، اجازه بدید یک بخشی از فیلمی که شما درباره‌اش صحبت میکنید، سازنده فیلم هم هستید، مستند بم
6.6 رو ببینیم، باز برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. بابا بذار اول بزن همیاد. نه یه رفت دیدیم اومد بابا بله نمه شمار بخدا بریم دور منظور بود دیگه. خراب شده برما مردم. معلم ها تو چی شدن؟ مردم. خب یه بخشی از فیلم رو با هم دیدیم، اما آقای گلستان پرست برای آخرین پرسش هم به ما بگید که بازتاب این فیلم چه بود بعد از اینکه به نمایش عمومی گذاشته شد اینجا. من از درد بخوام سوال تکرار کنید، سوالتون خوب نشنیدم. برامون بگید که بازتاب این فیلم وقتی که مردم این فیلم رو دیدن در آمریکا چطور بود؟ متاسفم صدا هی قطع وصل میشه. آیا جوری هست که بتونم سوالتون رو خوب بفهمم که بتونم جوابتون رو بهتر بدم؟ بله، من در مورد تأثیری که این فیلم گذاشت روی کسانی که فیلم رو دیدن ازتون پرسیدم. نمیدونم الان صدا رو شنیدید یا نه. بله کاملا مرسی. ببینین من فکر کنم اگر حرف من رو قبول نکنین، ولی آقای جان لیمبرت آقای بروس لینگن، اینا هر دوشون گروگانای سرسخت ایران بودن. 444 روز در ایران گروگان بودن. اینا من دعوت کردن در واشنگتن دی سی و فیلم بم دیدن و گفتن یکی از زیباترین فیلم های مستندی که تا به حال در تاریخ ایران از دید یک زوج آمریکایی کلیمی گرفته شده و واقعا تمام تصویرها عشق و محبت صفای ایرانی رو نشون میده. و این فیلم تا اونجایی که من دیدم و افراد با من چیز کردن صحبت کردن، نظرشون رو نسبت به ایران و ایرانی به طور کلی عوض کرده. خیلی فیلم قشنگیه، واقعا فیلم انسانیه. این فیلمی که هر کسی باید این فیلم را داشته باشه تو خونش، وقتی که دوستای آمریکاییشون یا بچه‌هاشون که اینجا دارن بزرگ میشن نشونشون بدن که با اون فرهنگ ایران بتونن آشنایی کامل داشته باشن. و فیلم مستند ناریشن هم روش نداره، گویندگی روش نداره و فقط دنبال داستان خانم آمریکایی که رفته بوده دوستش می‌خواسته ازش تقاضای ازدواج بکنه در بم نشون میده. من فکر کنم واقعا خیلی خیلی خوبه و یک نتیجه میگیریم که از این فیلم که اگر نه اینکه فقط و فقط به بمیا کمک بکنیم، حتی اگر میبینیم که همسایه بغلیتون واقعا مشکل داره، برین کمک بکنه. حالا اون کمک هم احتیاج به پول نیست، با عشق و محبت هستش. تمام کارا من به واقعا موافقم، با یک عشق و محبت میتونیم دریچه‌های درها رو برای یکدیگر باز بود. بسیار خوب، ممنونم از وقتتون و حضورتون در برنامه جهانگیر گلستان پرست مستندساز. متشکرم. من مستند آقای گلستان پرست رو گذاشتم توی فیسبوک برای کسایی که دوست دارن کل این مستند رو ببینن. و علی یک پزشک داوطلب بوده که در زمان زلزله بم در محل زلزله بوده و همچنین در محل زلزله آذربایجان. علی نوشته متاسفانه هیچ بهبودی در مدیریت بحران ندیده. این کاربر نوشته هر کدوم از ما در انجام وظیفه خود جهان سومی رفتار میکنیم، اما از اطرافیان انتظار کار ایدئال رو داریم. کدام یک از ما تا کنون خود را در یک بحران برای یک بحران آماده کردیم؟ آیا فقط برای یک بار هم که شده خواسته ایم خودمان محیط زندگی خودمون رو امن کنیم؟ این کاربر گفته حالا که سازمان پدافند غیر عامل و سجاد مدیریت بحران کشور تبدیل به یک اسم و یک محل برای صرف بودجه سرگردان شده، نباید انتظار دیگه از دولت داشته باشیم. و احسانم نمیشه 2 سال بعد از زلزله به بم رفته. این کاربر نمیشه حتی یک خانه هم ساخته نشده بوده اونجا و فقط فروشگاه ها در کانکس به مردم کالا میفروختن و گفته عده‌ای که زنده مونده بودن یا از شهر رفته بودن یا در خانه هایی که مخروبه بود زندگی میکردن. و احسان میگه از اهالی پرسیده چرا منزل نو برای خودشون درست نمیکنن، اونا گفتن که پول ندارن و دولت وام هایی که بهشون میداده با بهره‌های بالا بوده و هیچکدوم از اونها از این وام ها استفاده نکردن.
ممنونم رویا. علی و منوچه نظر شما رو میشنویم. علی از ایران، علی شما چی فکر میکنید؟ چطور میشه حالا هوای کمک رسانی به زلزله زدگان و آسیب دیدگان از بلایای طبیعی رو زنده نگه داشت؟ عرض سلام دارم خدمت شما مهشید خانم و همکاران گرامیتون، همکاران وایس آف آمریکا. عرضم به حضورتون که همچنین تبریک میگم میلاد حضرت مسیح رو به کاتولیک ها، پروتستان ها و سایر فرق در حقیقت مسیحی، و امیدوارم که سال پرخیر و پر برکتی برای اونها باشه، در سایه اون هم برای ما ایرانی ها هم که در شرایط بدی به سر میذاریم بتونیم کسب و کار بکنیم. من انتظار داشتم آقای جهانگیر پرست یک نظر کلاسیفاید شده یا طبقه بندی تر شده نسبت به موضوع برخورد بکنه، همچنین در حقیقت خود صدای آمریکا مصاحبه موضوع. اساسا در شرایط بحرانی کمیته هایی هست، یک نهاد هایی هست در درون شهرها، در درون کشورها که به این موارد رسیدگی می کند. من با به مثال مثلا در هر شهری استانداری یک شورای فنی داره، این شورای فنی یک در شرایط بحرانی هر چند ماه یک بار تشکیل جلسه میده و موارد فنی رو و موارد بحرانی رو میان بررسی میکنن. منتها این به صورت یک چیز بسیار کاذب و در حقیقت رفع تکلیفیه و نمیان یک تعریف دقیقی رو از این موضوع داشته باشن. علی من فکر میکنم برگردیم یک مقدار به سوال درباره اینکه چیکار میشه کرد که مناطق زلزله زده و آسیب دیدگان از زلزله و بلایای طبیعی دیگه فراموش نشن. همینا خدمتتون عرض میکردم خانم مسجد خانم که اگر به قولگوهانی کلاسیفاید شده نسبت به موضوع برخورد بکنیم، یعنی انتظاراتمون یک انتظارات منطقی باشه، ما میتونیم طبعا در حقیقت بر اساس اون انتظارات نیازهامون پاسخگو باشیم. خب شما فکر میکنید الان انتظارات چی بوده و چی باید باشه؟ در کشور این نهاد وجود داره و الان در هر مطالعه ای که صورت میگیره، هر کاری که توی کشور که میخواد انجام بده، یک موضوعی رو بررسی میکنن به عنوان تداخند غیر عامل، که به عنوان یک کتاب شد که اکثرا مشاوران میان به عنوان یک جایی رو که پر کرده باشن که یه مبلغی پول بگیرن، در حقیقت یک قسمت تداخند غیر عامل رو میان بررسی میکنن و رفع تکلیف میکنن، پول خودشون رو میگیرن و میرن. اینجا اشکال داره. اشکالش اینجاست که این تداخل غیر عامل در حقیقت یکی از عوامل اصلی بحران‌های هست که توی هر کشور وجود داره. خب علی من نمیدونم واقعا، من متوجه نمیشم دقیقا شما چی میخوای بگی، ولی خواهش میکنم خیلی کوتاه به قول معروف برو سر اصل مطلب و اون چیزی که فکر میکنی مشخصا اون کارهایی که باید انجام بشه برای اینکه زلزله زدگان و آسیب دیدگان فراموش نشن و اون بازسازی روندش کند نشه باید انجام بشه، اون رو برامون بگو. خواهش میکنم در 30 ثانیه. در خلاصه این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم، همونطور که در امریکا این نهاد وجود داره، به صورت نهادینه شده که سازمان‌های زیرآب هر یه مدت حتی اعلام آمادگی میکنن، حتی کارهای آزمایشی انجام میدن و کمک‌های مردمی رو هم به صورت دقیقا طبقه بندی شده میارن، در چارچوب اون میارن و به طرف تمرین بعد چهار ماه یک بار میان اون کار رو انجام میدن. میطالبه که توی کشور ما این موضوع رو در حقیقت برای مسئولین جا بندازیم یا به طریق اولا یک صورتی در حقیقت بهشون فهمانده بشه و کمک های مردمی هم در این چارچوب
بتونه به در حقیقت زلزلگان رسیدگی بشه. ممنونم علی. اجازه بده نظر منوچهر رو هم بشنویم. منوچهر روی خط اسکایپ. منوچهر شما چی فکر میکنی درباره اینکه چطور میشه زلزله زدگان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی رو فراموش نکرد؟ با سلام خدمت همه تون و برنامه خوبتون و تبریک کریسمس. عرض کنم خدمتون اگر خاطرتون باشه زمانی که در آذربایجان زلزله اومد رئیس جمهور تو عراق بود یا کجا بود بابت سال فوت مادر بزرگ پادشاه سیرارالئون پیام تسلیت فرستاد، ولی دریغ از یک پیام برای آذری های ما. و چه خود رئیس جمهور و چه خود خامنه ای به زور سایت ها و فشاری که رسانه ها آوردن مجبور شدن برن اونجا و یه سرکشی بکنن. مشکل ما دولت و نظام، مردم نمیتونن پس زلزله بریان. این کاریه که دولت باید بکنه. مردم در حد توانشون بیشتر از دولت کمک کردن، ولی دولت احتیاج به ثابت کردن هم نیست. تمام در جریان زلزله آذربایجان اگر سایت ها رو خونده باشید تمام مردم تاکید میکردن که کمک های نقدی خود را شخصا به زلزله زده ها بدید، به حساب دولت نریزید، چون میدونستن آخر عاقبتش چی میشه. پس با یه همچین مشکلی مواجهید، یه دولتی که منتظر کمک های مردمی حتی به زلزله زده ها را هم بدزده. ممنونم منوچهر از تماس. مشید برامون مینو نوشته مشکلات این جامعه ریشه‌ای هستش. کسانی که در بخش کمک رسانی داوطلب میشن به مناطق زلزله زده میرن و در این کمک رسانی مشاهداشون رو عنوان میکنن و یاد مینویسن، در جایی آخر سر این نوشته برای جونشون میشه و میان ثواب کنن ولی کباب میشن. و به نظر پیام هم دولت و نمایندگان مردم مثل شوراها باید همیشه آمادگی رو روبرو شدن با این اتفاقات رو داشته باشن، با کار کارشناسی مدام. گفته میتونیم به راحتی از گذشته درس بگیریم و مشکلاتی که در گذشته داشتیم رو دیگه تکرار نکنیم و با توجه به اینکه کشور ثروتمندی هستیم میتونیم با کمی درایت این بحران ها رو مدیریت کنیم. و افشین گفته ما مردمان خوبی بودیم ولی اونقدر این چند ساله حوادث و حادثه ها رو دیدیم، خدا میدونیم نتوان کمک مالی کردن داریم و فقط میتونیم همدردی کنیم. و این حرفیه که افشین میگه. و میر عزیز گفته در ایران این تنها در مورد بلایای طبیعی نیستش، بلکه در همه موارد بعد از مدت کوتاهی به دست فراموشی سپرده میشه، چون رسانه های ایران قضایا رو پیگیری نمی کنن و از مسئولین بازخواستی صورت نمیگیره. در مورد کمک‌های مردمی نیست، هیچ سازمانی وجود نداره و مردم به سازمان‌های دولتی هم نمیتونن اعتماد کنن. به همین خاطر بعد از مدت کوتاهی تا حد زیادی این کمک‌ها قطع میشه. این هم نظر میر عزیز بود که برام نوشته بود. ممنونم رویام. و ساقی لقایی روزنامه‌نگار همراه ماست. خانم لقایی ممنون از وقتت و حضورت در برنامه. شما خودتون بعد از زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی اخیراً اتفاق افتاد در منطقه بودین و از نزدیک دنبال کرده بودی خبرها رو، یکم از حال و هوای اون روزها و کمک‌های مردمی که انجام میشد برامون بگید. سلام میکنم به شما و مخاطبان برنامه‌تون. بله، من فردای روز زلزله به آذربایجان رفتم و چند روز اول رو، حدود یک هفته اول رو در رفت آمد بودم، میرفتم روستاهای زلزله زده، برمیگشتم هم بتونم کمک‌های بیشتری جمع کنم و ببرم و همین که بتونم اطلاع رسانی بکنم. گزارشی که از مناطق زلزله زده نوشتم بارها در اینترنت بازنشر شد، بیش از 7000 بار فقط توی فیسبوک از طریق صفحه خودم و خانم مسیح علی نژاد این گزارش منتشر شد و همینطور عکس هایی که گرفته بودم و سایت های دیگه ای هم اون رو منعکس کردن، از جمله رسانه شما. خب متاسفانه وضعیت خیلی اسفبار بود، بسیار متاثر کننده بود. من با فرهنگ و ساختار روستایی آذربایجان از قبل آشنا بودم با توجه اینکه خودم آذری هستم،
و می دیدم که چه مردم اونجا با چه فاجعه‌ای واقعا روبرو هستن. از طرفی با توجه به سکوتی که صدا و سیمای ایران داشت، جمهوری اسلامی داشت، اخبار از طریق اینترنت بیشتر دست به دست می شد و چند روزنامه‌ای که توی ایران داشتن کار می کردن طبعا اطلاع رسانی در اینترنت بسیار مؤثر بود در جلب کمک های مردمی، از اینکه مردم شروع کردن به اهدای خون، بردن مواد غذایی و کمک های دیگه، کاری که من خودم و تعدادی از دوستان انجام دادیم از روز اول، از روز یعنی فردای روز زلزله، تمرکز روی نیازهای زنان و کودکان بود، از جمله تهیه پد بهداشتی، پوشک بچه، لباس زیر زنانه و شیر خشک و اینجور چیزها که خیلی مورد نیاز بود اونجا و خیلی خیلی زیاد استقبال شد. و من بعدها در گفتگوهایی که داشتم با امدادگرهایی که هم توی آذربایجان بودن و هم تجربه زلزله بم رو داشتن میگفتن که همین در واقع همین رسیدگی های بهداشتی باعث شد که مشکلاتی که زنان بعد از زلزله بم برشون به وجود اومد، بیماری هایی که دچار شدن و بعضا تا همین الان هم گرفتارش هستن، خوشبختانه در آذربایجان پیش نیامد به خاطر حمایت های مردمی. خب طبعا کمک های مردمی در آغاز حوادث طبیعی مرگبار شکل هیجانی داره، اما خب سازماندهی کردن و هدایت کردن این کمک ها میتونه این کمک ها رو مداوم بکنه. ولی متاسفانه اون چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که با امدادگرهای داوطلب خب برخورد میشد، تعدادی از دوستانمون رو دستگیر کردن، بعضی ها دچار پیگیری هایی شدن، از جمله خود من مجبور شدم که متاسفانه کشور رو ترک بکنم. دستگیری هایی که اتفاق افتاد تاثیر روانی داشت روی مردم و طبعا کمک ها رو میتونست کمتر و کمتر بکنه. حساب های مردمی که کمک جمع میکرد برای زلزله زده ها، حتی از معتمدینی که سمت های دولتی هم وزن داشتن در دولت های قبلی، حساب هاشون مسدود شد و مشکلاتی به وجود اومد که متاسفانه کمک ها رو محدود کرد. بله ساقی، الان شما اشاره کردی به کمک هایی که انجام شد و خب حالا بخشی از اون کمک ها حالت احساسی هم داشت در اون موقع و البته تبعاتی هم به دنبال داشت که شما بهش اشاره کردی، اما خب مخصوصا در مورد زلزله آذربایجان این در تابستون اتفاق افتاد، الان زمستونه و مشکلاتی که در اون منطقه مردم دارن، به نظرت حالا جدای از وظیفه‌ای که دولت‌ها دارن و دولت ایران مشخصاً حکومت ایران داره و باید رسیدگی بکنه به اینجور موارد، شما فکر می‌کنی که چطور میشه این توجه به اصطلاح مردم رو جلب کرد به این مسئله، مشکلاتی که مردم زلزله زده دارند؟ حالا شما به عنوان یک روزنامه‌نگار شاید به نقش روزنامه‌نگارا شاید بخوای اشاره بکنی. خواهش میکنم. طبعا اطلاع رسانی نقش بسیار مهمی داره در جلب کمک های مردمی. در این حال نکته دیگه که میتونه خیلی مؤثر باشه اعتمادیه که مردم یک کشور میتونن به مسئولان بکنن، به نهادهای دولتی و حکومتی بکنن در این خصوص، که متاسفانه این اعتماد وجود نداشت. رسانه ها خب ممنوعیت وجود داشت برای کار کردنشون. به طور مثال من خودم بعد از اینکه گزارش دومم رو از زلزله نوشتم و منتشر کردم و همینطور گزارش تصویری که منتشر کردم، تعداد زیادی عکس، بعد سر فرصتی داشتم سایت ها رو چک میکردم، دیدم که متاسفانه از طرف نیروهای امنیتی ممنوعیت بوده و من اصلا نمیدونستم که انتشار عکس از منطقه زلزله زده ممنوعیت داشته در واقع. بله. و اصلا این غیر قابل درکه که چطور به جای حمایت کردن از اطلاع رسانی های داوطلبانه، در حالی که اطلاع رسانی از طرف رسانه های دولتی انجام نمیشد اول و بعد هم خب بسیار کمرنگ بود، جهت خاصی داشت،
به جای اینکه از حمایت بکنن از اعتراضانی های داوطلبانه، متاسفانه دچار مشکلاتی شدن بچه‌هایی که داشتن کار میکردن، اعتراضانی میکردن و اون جو رعب و وحشتی که به وجود اومد در پی دستگیری ها، از جمله دستگیری های گسترده در کمپ سرند، خب مردم میشه گفت ترسیدن. بله. برای اینکه این زلزله تبدیل شد به یه موضوع امنیتی، یه بلای طبیعی تبدیل شد به یه موضوع امنیتی و طبعا جلوی کمک ها گرفته شد، در حالی که من فکر میکنم حاکمیت میتونست از این اتحاد ملی که در پی بلای طبیعی به وجود اومده استفاده های خیلی خوبی بکنه، ولی متاسفم که بگم این موضوع اصلا ازش استقبال نشد و اینکه مردم از جاهای مختلف کشور، از کرمان، از یزد، از خراسان کمک میکردن، از تهران، جاهای مختلف کمک میکردن به مردم آذربایجان، اما متاسفانه جلوی این موضوع گرفته شد. بله. و مشکلاتی که آسیب دیده های زلزله داشتن کماکان وجود داره. من میتونم حالا به مواردی از اون اشاره کنم با توجه به اینکه مسئولان دولتی قول داده بودن که در عرض 2 ماه کلن روستاهای آسیب دیده بازسازی بشه، ولی قول دادن وام های کلانی، مبالغ وام داده، قول داده بودن که اینها انجام نشد. به جای وامی که قرار بود داده بشه کانکس دادن به زلزله زده ها، کانکس هایی که کیفیتش بسیار پایینه، کفش عایق بندی نداره، در پنجره هاش عایق بندی نداره، بعضا فاصله بین شیشه هاش و بدنه کانکس وجود داره، سرما درونش میاد، کفش عرض کردم خدمتون که عایق بندی خوبی نداره و بسیار سرده. یعنی کل کمکی که داده شده به اینها در به جای وام 2 تا کانکس، یکی برای اسکان خانواده، یکی برای دام ها که اصلا مرغوب نیست. البته یه گروه از گروه های متعددی از امدادگرای داوطلب همچنان دارن کار میکنن اونجا برای تجهیز کانکس ها، برق کشی، عایق بندی، ولی خب مسلما تعدادشون اونقدری نیستش که بتونن تمام روستاها رو پوشش بدن. بسیار خوب. ممنونم. من عذر میخوام، وقت برنامه محدوده و من میدونم که شما حتما خبرهای خیلی زیادی دارین، میتونن مخاطبین ما خبرها رو دنبال بکنن از طریق گزارش هایی که شما مینویسی. ممنونم از حضور در برنامه ساقی لقایی روزنامه نگار. مشهد، همطور که ساقی گفت، اون موقع یه سری آدمایی که رفته بودن اونجا کمک کنن دستگیر شدن. صدای سیمای ایران اومد اعلام کرد که اینها برای غرب کار میکنن و میخوان اطلاع رسانی کنن و تشویش اذهان عمومی میخوان بکنن و یکی از اونها رو حسین رونق ملکی بود که همچنان در زندان اون موقع مرخصی استعلاجی داشت و بیرون از زندان بود و رفته بود به آذربایجان کمک کنه که دوباره دستگیر شد. و اما برای ما زهره نمیشه، آسیب دیدگان فراموش نمیشن، ولی شرایط زندگی در ایران به قدری سخت شده که بیش از این کاری از دست مردم بر نمیاد. همه تا جایی که در توانشون باشه کمک میکنن، ولی متاسفانه اونهایی هم که دچار این حوادث نمیشن شرایط بهتری در حال حاضر ندارن و الا همه صمیمانه و قلبا دوست دارن کمک کنن. تو این وضعیت وظیفه دولته که رسیدگی کنه به مشکلات و نیازهای آسیب دیدگان. و همینطور عاطفه گفته بدترین اتفاقی که تو این مدت افتاده سلب اعتماد مردمه. مردم دیگه اعتمادی به پایگاه‌های کمکی مردمی ندارن و هیچ اعتمادی نیست که هدایای مردمی به دست آسیب دیدگان برسه یا نه. اگر مردم ایران امکان اینو داشتن که خودشون با دست خودشون هدایا رو میرسوندن، اون وقت می‌دیدیم که دیگه هیچ نیازی به کمک‌های چیز دولت نیست. ایمان نمیشه دولت و حکومت باید از طریق رسانه از مردم درخواست کنن که به کمک کنه زلزله زدگان برن و متاسفانه فقط همون هفته‌های اول دولت از مردم خواست و دیگه کمک نخواست. ایمان معتقده که دولت باید از مردم بخواد که کمک کنن. ممنون رویا. بهرام و حمید، نظر شما رو میشنویم درباره اینکه چیکار باید کرد که مناطق زلزله زده و همینطور مردم آسیب دیده از زلزله فراموش نشن. بهرام
خدمت شما، خدمت خانم ملکی. خواهش میکنم. من این فرصت رو داشتم که در زمان زلزله بم چیزی بیش از یک سال به عنوان داوطلب در بم حضور داشتم. قبل از اینکه وارد اتفاقات بم بشم به صورت کلی من یه موضوع رو عرض کنم. ببینید از یه بخشی از ادبیات حاکمیت سیاسی ایران داره در مورد بلایای طبیعی هست که به شکل اخلاقی به مردم نسبت داده میشه، یعنی به این معنی که وقتی زلزله اتفاق میفته اصطلاحاتی نظیر این که مردم کمتر گناه بکنن رو ما میشنویم. ما حتما این سابقه ذهنی رو داریم که این در مورد حجاب هم در مورد مشخص بم و این ادبیات رو اونجا هم دیدیم. من مطمئنم مردم شریف استان کرمان حتما خاطرشون هست وقتی امام جمعه که امام گفتن که مردم کمتر گناه بکنن. خب بهرام اگه ممکنه وقت محدوده، واقعا ما در مورد اینجور اتفاقا میتونیم از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم. اجازه بده فقط سوالی رو که مطرح کردیم در برنامه بهش بپردازیم، درباره اینکه چیکار باید کرد که این افراد و مناطق زلزله زده فراموش نشن. چیکار باید کرد؟ برای اینکه فراموش نشن باید نهادهای مدنی توان فعالیت و حرکت داشته باشن. اتفاق مهمی که میشه گفت بهش اشاره کرد بین زلزله بم و آذربایجان واقعا نقطه تفکیک است از نظر نوع نهادهای عمل کننده. این است که این امتیاز رو واقعا به دولت آقای خاتمی باید داد. بسیاری از نهادهای خارجی تو ایران ها حضور پیدا کردن، نهادهای مدنی تونستن تو بم حضور داشته باشن، حتی میسیونرهای مذهبی از امریکا حضور داشتن اونجا، غذای گرم سرو میکردن برای کودکان و زنان از ایتالیا، از ژاپن، از تایلند، از بسیاری از کشورها تو بم حضور داشتن. به این دلیل که این نگرش و این دید وجود داشت که برای زلزله با اون ابعاد بوروکراسی زائد دولت و ناکارآمدی برای خودشون هم مشخص بود. منتها تفاوتی که در مورد آذربایجان وجود داره با اینکه کمیت قضیه به شدت در واقع بم نیست، اما محدودیت و کنترل و نگاه امنیتی بسیار شدیدتر هستش. بله. و نتیجتا شما میبینید که هنوز هم که هنوزه کاری از پیش نرفته، عکسش میاد، اخبارش میاد. ممنونم بهرام، ممنونم. اجازه بده نظر حمید رو هم روی خط اسکایپ بشنویم. حمید چی فکر می‌کنی؟ بهرام فکر می‌کنه که فعالیت نهادهای مدنی میتونه خیلی مؤثر باشه در اینکه مناطق آسیب دیده و همطور مردم آسیب دیده فراموش نشن. بله بفهمید. الو سلام علیکم. سلام. با سلام به شما و تمام تماشاگرانتون. از حضورتون سوال خیلی خوبی مطرح کردید و همین چنین امیدوارم دیگه از تلویزیون‌های خارج از کشور به این برنامه اهمیتی بدن و این موضوع رو بیان بکنن، چون اینکه همینجوری که بیشترانه همه میدونیم میگن که آنچه که دیده برفت از دل برفت، و دیگه این صحبت یا این گزارش ها هرچی بیشتر و بیشتر بشه مردم بیشتر فکر میکنن و میخوان بدونن چه اتفاقی اونجا میفته و چه اتفاقاتی تا حالا روی داده. بله، پس نقش رسانه ها رو شما موثر میدونید؟ بله، رسانه ها خیلی خیلی واقعا کمکی بزرگی هستن. بله. ندانسته یا دانسته مردم میشینن یا پای تلویزیون یا روزنامه میخونن یا مجله یا رادیو این صحبت ها میشه، مردم به فکر میفتن واقعا چی شده، بعد یه تو فکرشون میفته بهش هم اهمیت میدن و میخوان اگر کمک هم بکنن پا قدم بذارن و پیش بذارن که بدونن که نه من هنوز میتونم کمک بکنم، هنوز دیر نشده. بله ممنونم حمید از تماس. خب اما اجازه بدید من اینه که چت رو ببندم. سروش برای من نوشته که به نظرش یه ارگانی یا یه کمپینی باید تأسیس بشه به نام ارگان رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و تمام وظایفش به عهده اونها قرار بگیره و دولت و مردم و هر کسی هم میخواد کمک کنه به اون ارگان یا اون کمپین کمک کنه و اون مسئول پاسخگویی باشه و اگر کمبودی بود اون مسئولیت تمام اینا رو به عهده بگیره. این نظر سروش بود. البته نیما برای من نوشته
نوشته که به نظرش روی سیاست دولت و حاکمیت برای کمک به مردم بعد از بروز بلایای طبیعی نباید هیچ حسابی باز کرد و گفته البته مشکلات مردم هم خود مردم مشکلات زیاد دارن و همیشه کمک کردنش ولی همیشه به همدیگه کمک کردن و این خود شاهد این کمک ها بوده و صادق برام نمیشه. به نظرش ضعف کمک رسانی در همه کشورهای دنیا وجود داره و نمیشه دولت‌ها رو زیاد در مورد این موضوع مقصر دونست. این مردم هستن که باید به داد همدیگه برسن. و همینطور حسن هم گفته که فکر کنم علت تمامی این فراموشی‌ها تعداد اتفاقات منفی در ایران هستش. جدا از بلایای طبیعی دیگر بلایایی به وجود میاد که خیلی راحت میتونه به جای اون باشه. این رو فراموش نکنید مردم ایران فجایع غیر طبیعی مثل راهیان نور، آتش سوزی و غیره رو بیشتر از موارد دیگه مورد بررسی قرار میدن و پیگیری میکنن چون این حوادث طبیعی هستش. و اجازه بدید محمد رضا رو براتون بخونم که گفته متاسفانه دولت حتی در اعلام تلفات حوادث چیزی رو که از خودش مصلحت نباشه عنوان نمیکنه و اولویتش براش خودش هست، مثل زلزله بم که در زمان وقوع اون تلویزیون دولت ایران ذهن مردم رو با کمک رسانی مشغول کرد و بعد از دو سه روز که با بالا رفتن تلفات اعلام آمار دیگه محدود که بعد از اون خودداری کرد. مشکل بزرگتر هم این هستش در این حوادث که موضوعی رو که رسانه‌های داخلی سعی می‌کنن پوشش دهن دنبال مقصر می‌گردن و از اونجا که خیلی به مصلحت نیست دستگاه‌های دولتی مقصر شناخته بشن باز هم مسئولین کنترل می‌کنن اطلاع رسانی و این مانع اطلاع رسانی دقیق میشه. ممنون محمد و اصل، نظر شما رو میشنویم. محمد شما فکر میکنید چطور میشه جلوی فراموش کردن مناطق زلزله زده و همطور افراد زلزله زده رو گرفت؟ با سلام، من ابتدا تشکر میکنم از آقای گلستان پرست، خیلی با صحبتشون موافق هستم. به نظر من مسئله این که مردم زلزله زده ها و یک کسانی رو که احتیاج به کمک دارن فراموش کردن مسئله درستی نیست. به توی ایران حالا اونجوری که من دیدم جدا از اینی که مردم تو اینجور مواقع کمک میکنن حتی در موقعیت های عادی و مناطق محروم که حتی اتفاق خاصی هم یعنی از نظر بلای طبیعی اتفاق نیفتاده مردم و دانشجوها در فصلهایی که درس ندارن تابستون و اوقات فراغتشون میرن کمک میکنن، حالا فعالیت هایی که اونجا میتونن انجام بدن. اما در مورد صحبت های خانم ساقی مطلبی هست که باید بگم، ایشون گفتن که ممنوعیت انتشار تصاویر زلزله زده ها در ایران. در مورد ممنوعیت انتشار تصاویر باید بگم این قانون قانونی است. من تعجب میکنم ایشون نمیدونن در همه کشورها هست. حتی شما ببینید در همین اتفاقی که در آمریکا افتاد 27 دانش آموز کشته شدن تصویری از اینا منتشر نشد. آقای محمد درباره وقایع مثل زلزله و اینها ممنوعیت انتشار وجود نداره میگین در همه کشورها؟ در اون مورد هم از بیرون فیلم گرفته میشد، عکس پخش شده بود، اما در مورد اینکه خب از خود اجساد بخواد عکسی منتشر بشه، بله اون ممنوعیت وجود داره به دلیل ممنوعیتی که در زمینه پخش عکس هایی که از جسد و خون وجود داره در این کشور و مواردی از این دست. ولی اینجور نیستش که اجازه انتشار عکس و فیلم داده نشه، مثلا فرض کنید از زلزله‌ای که رخ داده اینجا یا از این طوفانی که اخیراً رخ داد در نیویورک عکس ها و فیلم های خیلی زیادی منتشر شد، رسانه ها دائما داشتن به مسئله میپرداختن با عکس و فیلم. تایید کردید قسمت از حرفای بنده رو. این محمد من حرف شما رو تایید نکردم. اجازه بده نظر اصل رو بشنویم. اصل شما چی فکر میکنی درباره این که چطور میشه جلوی فراموش کردن زلزله زده ها و آسیب دیدگان از بلایای طبیعی رو گرفت؟ اصل الو صدای منو شما دارین؟ بله بفرمایید. میخواستم بگم بابت این سوالی که شما مطرح کردین، به نظر من قسمت اصلی قضیه روی رسانه های داخلی ما یعنی همون رادیو تلویزیون ما باید این قضیه رو پوشش بدن. چون وقتی که شما الان تو همه استانهای کشور و توی همه شهرها ما دسترسی به اینترنت و به فضای مجازی به صورت یک نواخ بین مردم تقسیم نشده، لااقل توی ایران الان به این شکله.
و اینکه نسبت به اینکه سازمان ها مدیریت کشوری ما داره چی کار میکنه، عملا سازمان این ستاد مدیریت بحران کاملا یه اسمه توی سیستم اداری کشور و هیچ نوع تجهیزاتی برای اتفاقات این شکلی حتی برای خودش نداره. یعنی ما میبینیم بعد زلزله بم، بعد از زلزله ارومیه عملا هیچ کاری نمیکنن. حتی تو کشورهای دیگه ارتش یه نقش چشمگیری تو کمک رسانی داره که خب ما توی ایران عملا شاهد چنین چیزی نبودیم. و به نظر من کنار سازمان مدیریت بحران باید یه سازمانی باشه که این کمک‌های مردمی رو این سازمان جمع کنه و در کنارش به نظر من آموزش پرورش نقش خیلی اساسی داره، چون ما چیزایی که توی آموزش پرورش به بچه‌ها از دوران کوچیکی یاد میدن که بعدا بزرگسالای جامعه میشن یه چیز خیلی محدوده. یعنی ما هیچ وقت نسبت به بعد از اتفاق و بلایای طبیعی هیچ نوع مدیریت، آموزش، سازماندهی نداریم. معمولا بعد از اینکه این اتفاق میفته ما سیل ازدحام جمعیت برای گرفتن اون کمک ها رو میبینیم و اتفاقات شبیه بله اصل این. وقتی شما داشتی صحبت میکردی همکارانم هم داشتن تصاویر رو پخش میکردن در مورد مانورهای آمادگی که در ایران هم انجام میشه، در تمام دنیا این مانورها صورت میگیره درباره زلزله، آتش سوزی و در ایران هم اینها انجام میشه. حالا اینکه نظر شما اینه که به اندازه کافی شاید نباشه، اما نه اصلا بله. به اندازه کافی نیست به خاطر اینکه ولی هست در مدارس چنین آموزش هایی صورت میگیره. آخه این از نظر من لااقل این شکلیه که این چیز فیلم هایی که لااقل داره نشون داده میشه خیلی چیزای محدودیه و واقعا جنبه نمایشی داره. ما الان با خانواده های خودمون یا خود ما توی مدارس ایران بزرگ شدیم، درس خوندیم و عملا نسبت به موقعیت های این شکلی هیچ آموزشی به بچه ها و بزرگسالها حتی تو دانشگاه داده نمیشه. یعنی من عملا چنین چیزی رو نمیدیم. به نظر من نقش عمدهش برای اینکه فراموش نشه، یک مربوط میشه به رسانه ها و دو مربوط میشه به ارگان هایی که این خدمات و این کمک های مردمی رو کاملا دریافت میکنن. بسیار خوب، ممنونم اصل از تماست و نظرت. مشهد، همینطوری که هم گفته شد به غیر از زلزله بم، خب زلزله های دیگه هم توی ایران اتفاق افتاد دیگه. آخرین زلزله آذربایجان بود و اتفاقی که بعد از زلزله آذربایجان میفته، من الان داشتم توییت میکردم زلزله آذربایجان رو و اینکه به یه گزارش رسیدم، یه نفر به نام ندا شیر کرده که فکر میکنم گزارش رادیو فردا باشه، نرسیدم به اصل گزارش برسم، گفته که اینها 5 نفر از زلزله زده ها دوباره توی سرما مردن و گفته جالبی که اینها توی زلزله نمیمیرن و بعد توی سرما کشته میشن و مسئول کشته شدن اینها کی هستش. یا توییتر دیگه هستش از زهرا که گفته یه سری عکس منتشر کرده و گفته اینها هنوز توی قبر موقت زندگی میکنن در مورد زلزله بم و گذشت 9 سال از این زلزله و این حادثه نوشته و گفته که اینها هنوز در قبر موقت زندگی میکنن و چه انتظاری داریم آذربایجان رو توی سرما نباشن. و اتفاقای دیگه که توی فضای مجازی و توییتر هستش همه بیشتر گلایه بوده از اینکه الان فصل سرده و بیشتر به زلزله آذربایجان اشاره کردن که خب توی اون استان هوا همیشه سرد بوده، مخصوصا الان که توی چادر مجبورن زندگی کنن یا کانکسا، و چه کار باید کرد، از مردم کمک خواستن و اطلاع رسانی بیشتر توی فضای مجازی و فیسبوک و توییتر خیلی بهش به این مسئله پرداختن. آره عکساش هم الان داره پخش میشه. اما روی فقط من اینم در کنار اینایی که گفتی اضافه بکنم، گزارش‌های مختلفی در این چند روزه به مناسبت سالگرد زلزله بم منتشر شده، گزارش‌های مختلفی در خبر آنلاین من می‌دیدم منتشر شده بود. یکی از این گزارش‌ها سوالی رو که مطرح کرده بود درباره 500 بچه‌ای که در بم قطع نخاع شده بودن، آخرش گفته بود که آیا می‌دونیم که اونها الان دارن چیکار می‌کنن و چگونه با زندگیشون کنار میان بعد از 9 سال از اون واقعه. دقیقاً فکر می‌کنم دیگه وقت نشه بشیم برای موزه فردا. آخرین اتفاقی در موزه کار افتاد در ایران، کشته شدن 8 نفر در معدن زغال سنگ طبس بود. ما فردا در مورد ایمنی محل کار صحبت می‌کنیم. شما چقدر به این اعتقاد دارین، چقدر محل کار خودتون رو ایمن نگه می‌دارین و نقش آدم‌ها در دولت، آدم‌ها و کارفرما، یعنی کارگران و کارفرماها در ایمنی محل کارشون. فردا همراه ما باشید. ممنونم رویا، ممنونم از اینکه با ما بودی در برنامه امشب. عذرخواهی میکنم از محمود، کاوه و هوشنگ که نتونستیم باهاشون صحبت بکنیم. امیدوارم درباره موضوعات دیگه و برنامه‌های دیگه نظرشون رو بشنویم. مراقب خودتون باشید تا فردا شب و خدا نگهدار.